براتون جذاب نیست؟ معاویه مسجد داره، خودش امام جماعته، هر روز صبحم میره نماز جماعت میخونه. چرا معاویه میره نماز جماعت میخونه؟ رسانه است مسجد آقا، مردم باید جمع شن، تمام امام جماعت ها هم اون تعیین میکنه. برای همین خب همیشه از دین به عنوان یه ابزار حکومت ها استفاده کردن و دین رو به چیزهایی تعریف کردند که راست کار حکومت هاشون باشه. باید یه تعریفی از دین درست بکنن که به درد حکمرانیشون بخوره. از دین اون بخشایش که به درد حکومت اون میخوره پررنگ میکنیم. به ما میگن اسلام یعنی چی؟ اصلا مسلمون به کی میگن؟ تعریفش میکنیم به مناسک، میگه مسلمون کسی که نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، زکات میده، خمس میده، حالا اگه مثلا شیعه باشه بعد جهاد میره، مثلا اینا میشه مثلا به این چیزا تعریفش میکنیم، به مناسک تعریفش میکنیم. اینا هم قشنگ گفتن آقا کسی ننویسه، وقتی کسی ننویسه ما مدیریت میکنیم، چون ما پول میدیم حدیث جعل میکنم، ما پول میدیم شایعه درست میکنیم، تریبونا دست ماست، نمیدیم دست کسی. بعدم تا دلت بخواد حدیث درست میکنیم مال مسجد اومدن. بعد چقدر به ظواهرش میرسیدن، ظاهر مسجد خیلی بهش میرسیدن، چون اصلا میخوایم ظواهر چه شطوره بگیم، کیفیت نمیخوایم، به کمیت کار داریم. فقط از مسجد اجتماع رو میخوان، پیشرفت انسانی رو نمیخوان. برای همین ثواب رو میذارن رو جمعیت، میگه هرچی جمعیت بیشتر بشه ثواب بیشتر میشه، چون میگه اگه 10 تا بشید ثوابشو ملائکه هم نمیتونن بنویسن. کی میتونه پس؟ چرا ثواب رو میبره رو جمعیت، رو کیفیت چرا نمیبره؟ چون حکومت به جمعیت احتیاج داره، کیفیت باشه که مردم یه رکعت نماز درست بخونن میرن میشن سرباز معاویه، مردم یه رکعت نماز درست بخونن میشن ایادی یزید که میمونش بمیره عزا عمومی اعلام کنه، تو همون مسجد عزا عمومی میگیرن مال میمون یزید و سرباز درست میشه برای معاویه. هر جا دیدید رو کمیت دارن تاکید میکنن این کار کسایی که میخوان به اسم دین حکومت کنن، از معنای اصلیش خالی کردن، یه معنا جدید ریختن توش. دین کیفیته، دین رشد انسان هاست، پرت هم نباید بدیم. ولی اگه خاصیت احکام مورد توجه قرار نگیره، ازش مسلمانای درست میشه که از زمین خوردن دیگران هم عشق میکنه. از هیچ بیرحمیم همه دین شده مناسک تهی از واقعیت، مسجدی که امام جماعت چه معاویه بذاره و به ما بگن ثواب داره، برو اونجا نماز تو بخون. حالا چیکار داری؟ امام جماعت کیه؟ ولید مست نماز صبح 4 رکعت خونده. خب خونده بیچاره دیگه، بهشم گفتن چرا 4 رکعت خوندی؟ گفت حالم خوبه میخواد 2 رکعت دیگه بخونم. مست بود نماز صبح 4 رکعت خون. اون که مست بود نمیفهمید چیکار میکنه، اونایی که پشت سرش بودن مست چی بودن که 4 رکعت خوندن؟ این که مست بود این معلوم بود عرق انگور خورده بود، اونا چی کوفته خورده بودن که اقتدا کردن تا آخر بش. ما کدومشیم؟ امام جماعت مست یا مأموم مست؟ کدومشیم؟ با خودت خلوت کنی خودت گول نمیتونی بزنی، از درست و غلط رو میفهمی. اگه کار غلطی کردی و واقعا هیچ ندایی از درونت نگفت غلط کردی، به اون کار غلطت ادامه بده، بازی نکنی. شما وقتی کار بد میکنید از درونتون یکی نمیگه بد کردی؟ اگه از درونت کسی گفت بد کردی ادامه نده، اگه نگفت چیزی ادامه بده. مگه میشه کار بد کنی از درون بهت نگن بده؟ امکان نداره کسی کار بد کنه از درون بهش نگن بده، امکان نداره. گوش میکنی؟ کار بدون منطق، بدون عقل، کار بدون استدلال، کار بدون بنیان ثواب نداره، جهنم هم هست، از اون ثواب هست که بعد ازش توبه کرد. ثواب چیه؟ ثواب یعنی نزدیک شدن به خدا. بعضی میکنه حساب بانکی خدا پول میرزه توش، بعد بهش که مثلا میرن اون دنیا بهش میگن بیا 10 میلیارد اینجا شما سرمایه داری، برو اشغال کن، حوری بخر، برو نمیدونم چی بگیر، فلان کن، این مسخره بازی ها. ثواب یعنی نزدیک شدن درونی به او. همینجا میفهمی نزدیک شدی به خدا، وایسادت قیامت بشه بفهمیم چی هستیم. ما همینی هستیم که الان دارید میبینید، نماز و روزه و حج و زکات و چه میدونم این کارهای عبادی و هیئت و فلان، اگه رشدی صورت بگیره همین الان تو وجودت صورت میگیره.
دین خاصیتش باهاشه، اگه خاصیت نداشته یعنی نداشته، قیامت هم خبری نیست، خودمونیم میریم به تماشای خودمون. اینا فهم میکنن نماز اینجا میخونن، بعد یه حساب بانکی دارن تو اون دنیا پر میشه، بعد اون دنیا میرن با اون حساب بانکی روبرو میشن. اشتباه نکن رفیق، نماز اگه همینجا به تو حالی داد، رشدی داد، داد، اگه نداد، نداده. تو نماز الان میخوای بخونی بعد مثلا قیامت ثوابشو بهت بدن، همینجا روبرو میشی با نتیجهش. خوبی کنی درجا بهت میدن، اگه دستت خالیه بدون خوبی نبوده. هی نشین به فکر این که حالا فردا من الان ما روزه گرفتیم ثواب این ماه رمضان رو قیامت به ما. آقا ماه رمضان اگه اتفاقی در درون تو ایجاد کنه، تو همین دنیا خودت زودتر بقیه میفهمی، خودش که میفهمه. خودت ترازوی خودت باش رفیق، کلا زرت نره. خودت نگاه کن بپر بالا، میتونی بپری بالا؟ اگه نمیتونی معلومه سبک نشدی، معلوم شده بی خاصیت بوده اونو که خوندی. ما نماز بمون انرژی نمیده، ازمون انرژی میگیره. مسلمین، قرآن داره میگه وای به حال نمازخونا. کدوماشون؟ اونایی که نماز مقصدشونه، با اینکه مقصد خداست، نماز وسیله است تو رو به اون مقصد برسونه. ای نمازخونهای بی نماز، گولتون نزنن به مرکب مقصد رو گم کنید. سوار اسب شدی دور خودت داری میچرخی، فکر میکنی خوشی، قرار مسیر رو بری. اسلام یعنی تسلیم در برابر حق، ولی اگه تسلیم در برابر حق باشه به درد هیچ حکومتی نمیخوره. شما اگه اسلام معنیش باشه تسلیم در برابر حق، چه جوری میخوای به مأمون تسلیم بشی، به متوکل تسلیم بشی، به معاویه تسلیم بشی، به یزید تسلیم؟ نمیتونی. اینا حق نمیگن آقا، این یارو رسمی داره فسق انجام میده. مگه میتونم من به این تسلیم بشم؟ تسلیم در برابر حق کجا؟ اینکه بیای اسلامو به مناسک تعریف کنی، بعد مدیریت مناسک دست خودت باشه، اون وقت زوم اسلام در مناسک رو کیفیته، اینو برداری بذاری رو کمیت، تا دلت بخوادم دورش باسش چیز درست کنی. میگه انگشتر نمیدونم چی دستت کنی ثواب نمازت 70 برابر بشه. ما فکر میکنیم ثواب نماز به خاطر توجه قلبی ماست به خدا، یا مثلا بستگی داره به میزان اخلاصمون. خب اینجوری باشه پول داره میتونه انگشتر رو دستش میکنه، نمازش میشه 70 برابر. فقیرم نمیتونه هیچی، برو جهنم بدبخت، حقته بی پول. آقا سر کاری دیگه، همه جا میذاردت سر کار، حتی تو مستحبات. حالا حاج آقا شما اینا رو میگی مستحب، حالا بذار انجام بده یه چیزی میشه. اینا میدونی مثل چی میمونه؟ مشاورهای زندگی هست، زن و شوهر با هم نمیسازن، میگه بچه داشتی درست میشه. آره یه بچه هم بیارید بدبخت کنید، خودتون دوتا که بدبختین اونم بیارید بدبخت، یه دیوونه هم تربیت کنید تحویل جامعه بدید. دقیقاً همینو توی دینمون هم همینجوری درست کردیم، چون به کیفیت اهمیت ندادیم، کمیت، و شدیم ابزار دست یه سری بازیگر، و از این بازیگری خوشمون اومده. بازیگری دینی، به جای اینکه دینداری به ما یاد بدن، بازی دینی به ما یاد دادن، ظلمت درست کردیم با رفتارمون. ما نشستیم میگیم خدا لعنت کنه بنی امیه رو، خدا لعنت کنه بنی عباس رو، اینا خیانت کردن به اسلام. مگه ما خدمت کردیم؟ خودمون رو میگم، من و شما رو میگم، من کار با دولت و حکومت ندارم، به شما دارم میگم. مگه کیفیت واسه مهمه؟ چقدر دهن بچه‌مون رو سرویس کردیم واسه اینکه نمره 19 بگیرن 18 نگیرن؟ کی به فکر بچه‌ش درس رو بفهمه دنبال نمره نباشه؟ آموزش پرورش عقلش نمیرسه بهشت برنامه رو گشته رو نمره، رو امتحانای مزخرفی که میگیرن که فقط بر اساس حافظه است، به فهم کار ندارن. خودت که عقل داری، پس تو چرا الان بچت بهت بگه شدم 14 ولی فهمیدم، تا شدم 19 ولی نفهمیدم، کدومشو تشویق میکنی؟ به خودت قسم که 19 رو تشویق میکنی، چون با 19 میشه پوز داد. سر خودت هم کلا نذار. نه آقا من بچم میفهمه، بشه صفر. همین که سوال میتونه بکنه دمت گرم، بشه صفر. من نمرتو میخوام چیکار کنم؟ هممون میگیم کشور شده مدرک گرایی، چون مدرک دارن تخصص ندارن، سر شغلم که قرار میگیرن گم میزنن، هممون هم دنبال مدرکی. دقیقاً همینو توی دینمون هم همینجوری درست کردیم. ببین ما به جای اینکه دینداری یاد بگیریم، بازی دینی یاد گرفتیم. اینکه یه غلطی بکنیم هزار جور توجیهش کنیم، ما بازی میدیم خودمونو. ببین من میگم از این بازیه بیا بیرون، بازیگری دینی رو بذار کنار، بدون اینکه بخوای وکیل مدافع خودت باشی، بدون هیچی، خودت خالی بشین فکر کن. ببین کاری که کردی درست بود یا غلط بود، خیلی کار سختی نیست. خودت با خودت بشین فکر کن، خوبی کرده باشی معلومه، بدی کرده باشی معلومه. وقتی حالت بده با هزار تا دلیل میخوای حال بدتو توجیه کنی، معلومه کارت بد بوده دیگه، دیگه دنبال چی میگردی؟ ببین آقا وقتی کار خوب میکنی حالت خوب میشه. حال خوب به خاطر انتخاب درسته تو هر شرایطی، اوج پول باشه حالش خوبه، ته فقرم باشه حالش خوبه. سخاوتمند سخاوتمنده دیگه، سخاوت به خرج تو هر شرایطی باشه، نمیتونه کرم نکنه.
دست خودش نیست. کریم کریمه. اون کاری که میتونسته بکنه تهشو انجام میده. چرا حالش بد باشه؟ خیلی ها رو میدونم پول دارن ولی پولدار نیستن. دزد که خودشو مالک نمیدونه. خائن ترسانه، خودش تو ترسه. اون میدونه که دزدی کرده، میدونه مالک نیست، میدونه هر لحظه ممکنه دستش دراره. برای همین حالش بده. هر کاری هم کنه حالش خوب نمیشه. غیر از اینکه حق مردم بهشون برگردونه، منصف باشن. آقا مال مردم تو زندگی تو برو پس بده دیگه. این رانتخاری ها و این دزدی ها و این دومادش دزدی میکنه، اون پسرش دزدی میکنه. یارو هر جا مسئولیت میگیره بچهش در راستای مسئولیت بابا شرکت میزنه، خجالت هم نمیکشن. کارچاخون میشه خانومش، یارو میشه مدیر فلان اداره، خانومش رفته شرکت زده در راستای شغل همسر محترم، بعد کارهای خانومش را میندازه. این کثافت کار. به اینا نمیگم بیزینسمن، اینا دل دزدن. دزدی های هنگف میکنن، ولی اینا دل دزدن. اینا اصلا دزدن بابا. مردونگی یه جا مردونگی باید تو وجودش باشه. اینا که آدم های بدبختی هستند، خدا جلو از دست خودشون نجاتشون بده. بعد حالشون شما فکر نکن یه کسی آقا ماشین فلان داره، خونه فلان، حال خوب به این چیزا نیاز نداره که. اون انقدر حالش بده هی این چیزا رو جمع میکنه که حالش رو خوب کنه. نمیشه. هر روز بریم یه کار جدید، یه جای جدید، یه حالش خوب نمیشه. نمیشه با دزدی حال کسی خوب نمیشه. واقعا باید، یعنی هر کجای دنیا باشه، بعضی از این آقایون و آقازاده هاشونو با هم میدن روانشناس اینا رو بررسی کنن. اینا چشونه، چقدر میتونه یه کسی کج باشه؟ ببرن اینا رو درمانشون کنن، بیچاره ها رو از دست خودشون نجاتشون بدن. این مدیری که بچهش کارچاخ کنشه، دومادش کارچاخ کنشه، دومادش فراریه رفته نمیدونم کجا، عروسش نمیدونم جوریه، دخترشون جوریه، اینا که الان افتادن رو بیت المال. شما شب خونتون میشینی غذا میخوری، چه جوری میخوری؟ جلو آینه وای میسی حالت بد نمیشه؟ این همه مردم تو فقرن، برای بیدارویی میمیرن. این مردم که دارید میبینید به اولیات زندگیشون لنگن، هر روزم دارن فقیرتر از روز قبل میشن. تو چه جوری غذا میخوری بگو من بدونم؟ چه جوری روت میشه صبح بلند شی صبحونه بخوری بری سر کار، وقتی نون ملت رو آجر کردی، وقتی رانتخاری خودت، بچه در عروست، زنت، همتون؟ باید نجاتت بدن از دست خودت و ببرن تو رو دکتر. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. به قد از این هرچی فکر میکنم تو مخیلم نمیره. چجوری میتونی اینقدر بیرحم باشی، اینقدر کثیف باشی، کج باشی؟ با این حال بد چه کار میکنی؟ چجوری تو این حال بد میتونی زندگی کنی؟ چرا عذاب وجدان نمیگیری؟ چجوری نماز میخونید شما؟ خدا وکیلی چجوری نماز میخونید؟ خونه یارو خراب کردن، کردن صحنه حرم. موقوفه شخصی طرف خوردن، کردن حرم. مغازه یارو خراب کردن، به ظلم حقشو بهش ندن، کردن حرم. چه صحنی شدیم؟ چه حرمی شد؟ چه مسجدی شد؟ تمام این بساطی که راه انداختیم به یه دونه ظلم عمدی نمیارزه. نمیارزه آقا. نیست، غلطه، خلاف مسیره. خلاف مسیره. اگه بدونی مقصد کجاست، حرکت واقعی باشه، خلاف مسیر نمیریم. طبیعی نیست صدا اذان مسجدت پوست مردمو کنده. بلنگو رو کردی تو خونه مردم، بیچارش کردی. بر چی باید تو آواز پخش کنه قبل از اون؟ خوشت اومده؟ خوششون اومده. چه کاری اصلا؟ این چه کاریه؟ کجا بود؟ این از کجا اومد دیگه؟ حاکم هایی که به اسم دین خواستن حکومت بکنن، اولا دین رو تعریف کردن به مناسک نه به مقاصدش. اومده اونجاییش که واسش مهم بوده، به درد حکومتش بخورده، روش تاکید کرده. کنترل هم که نمینداخته، تا دلش خواسته جعل کرده. حدیث بسته به پیغمبر تا دوست داشته باشی. تا جایی رسونده که بعضیا میگن آقا زکات رو اگه کسی نداد میتونید بکشیدش. به این فتوا رسیدن. مثلا یه کشاورزی بود زکات نداد، بکشیدش. به این فتوا رسیدن بعضیا. چرا؟ چون زکات خرج حکومت ها بوده، زکات رو میگرفتن. خب هی روش تاکید کردن. بعضی فکر میکنن اسلام فقط زکاته. تو تمام ادیان هم اینجوری شده. همه کشتن آقا. ارباب کلیسا، ارباب کنیسه، ارباب مساجد، ارباب معابد، تا تونستن به اسم نظری از مردم گرفتن. دین رو ترجمه کرده، در یک شنبه کلیسا رفتن، در شنبه کنیسه رفتن، در غسل تعمید دادن، در کنار دیوار مقدس و لاجرز دیوار مقدس دعا گذاشتن. با اینکه دین اینا نیست. میگه بابا دین اومده انسانو بسازه. تعریف میخوای بکنی دین رو، باید در انسان تعریف بکنی و انسان رو در کمالات معنویش باید تعریف بکنی، نه در مناسک. ها نمازو میخونید واسه چی؟ که خدا رو از خودتون راضی کنید؟ این اشتباهه. این یه تفسیر خیالی از دینه که دین ابزاریه که ما خدا رو از خودمون راضی کنیم. نه، دین یه ابزاری برای حرکت واقعی به سمت خدا. قرار بود انسان حرکت واقعی کنه، اما به حرکت کار نداریم. میگه مسلمون اونی که نماز میخونه. نه، مسلمون اونی که رحم داره. رحم نداری دین نداری. ولو هزاران رکعت نماز خونده باشی، ولو هر سال بری حج کنار پیامبر اکرم،
حج اومده رحم نداره اصلا. حج ریایی خیلی چیز عجیب غریبی نیست، از رو ریا رفته حج، به خدا نزدیک نشده، دور خودش چرخیده. ما که گنگ نیستیم آقا، 30 تا گوسفند جلوی یارو سر بریدن. من که میدونم تو حجت هم که رفتی با وام و قرض و قوله رفتی، چون عشق کرده بودی بشی حاجی. تا 3 ماه بعد حج هنوز کچل بود، مش در نمیومد. من کلا سفیدا میذارم، بعد گوسفندو جلوش دارن سر میبرن، گوسفندا داره دست و پا میزنه، خون میریزه کف خیابون، اینم داره با صلی الله محمد آج آقا از حج خوش آمد بغل میکنه، میگم تو رحم پیدا نکردی اونجا رفتی؟ گوسفند داره دست و پا میزنه، پاتو میذاری رو خونش، چی یکی 10 تومن داده به قصاب 30 تا گوسفند جلوش بکشه، فقط جلو این بکشه، مثلا گوسفندی که میخواد اونجا بکشه جلو این بکشه. بی اختل از اینام سراغ دارم، گوسفند خریده گوشت خونهشون رفته آقا حج، بچه کوچیکه به این علوفه میداده، نون میداده، چی بهش علاقه پیدا کرده، علاقه ایجاد میشه دیگه. بعد که بابا اومده گوسفند جلو بچه سر بریدن، دختر بچه افسردگی گرفته، میگفت چیکار کنیم؟ گفتم نمیدونم، از اون حج مزخرفی که رفتی توبه کن، خاک بر سر اون حجی که آدم انقدر بی شعور توش بیاد بیرون. این کار بیرحمی، گوسفند تو خیابون جلو مردم سر می‌بری، از کجا اومده این فرهنگه؟ کی به شما گفته گوسفند تو خیابون جلو مردم سر ببری؟ بچه کوچیک وایسه نگاه بکنه، این بیرحمی از کجا؟ این کار جنایته. نه عروس خانم پاشو بزنه تو خون بره، بابا دیوانن اینا، اینا رو بعد روانشناس بعد دکتر بیاد ببینه اینا چشونه، چته که گوسفند رو جلوت سر مونده دست و پاو بزنه خونده پاشه اونجا، بعد تو پاتو بذاری روش، این باعث برکت زندگیت بشه، بیرحمیه این. داداش دارم میگم چجوری بدبخت شدیم، چجوری به این بیچارگی رسیدیم، دارم اینو واسط میگم، من دارم هرس میخورم اینا رو بهتون میگم، دارم هرس میخورم حرف میزنم، چجوری صحبت کنم آقا؟ من با بیرحمی مشکل دارم، بفهم، من با حماقت مشکل دارم، با نفهمی مشکل دارم، با کار بی منطق مشکل دارم. دیرمون خیالیه، رعایت بهداشتمون هم خیالیه، کیفیت نداره، کمیت مسخره. میگه به شهرهای قرمز سفر نکنید، ولی شما میگی جریمه میکنیم اگه برید. طرف هم حساب میکنه میگه 500 جریمه است دیگه. ببین آره پول داره که میره، میگه 500 داره، فرض میکنم ویلا گرفته بودم شبی مثلا 15 تومن، فرض میکنم 15 و 500، نه روزی 1 تومن جریمه میکنم، فرض میکنم ویلا رو روزی 16 تومن گرفتم، مهمه واسه اون که پول داره؟ بعد کرونا منتقل نمیشه؟ ببین خیالیه دیگه، بازی. ما جلو کرونا رو داریم میگیریم، باشه بگیرید، موفق باشید. بعد میگن جهانم میخواد از ما الگو بگیره، واقعا اونا باید ما یاد بگیرن که ما به شرکت هایی که وابسته به دولت واما رو دادیم، شرکت های دیگه هم گور باباشون، شرکت هایی هم که کرونا نتونسته بود تعطیل کنه، ما خودمون تیر خلاص رو بهشون داریم میزنیم، خودمون یکی یکی. دقیقاً این برخورد دارم میکنم، مدیر عامل این شرکت ناظر اون شرکتی که 20% سهام این شرکت رو داره، بعد اون شرکته یه منشی داره که اون منشیه کاردار این شرکتی که 30% از اون شرکت رو داره، بعد اون شرکت برید ببینید اصلا عنکبوت جلو اینا باید لنگ بندازه، آخر یارو میریزه، آخر دولت هم از حساب کتاب نداره دیگه، به خداشون دارن واما رو قشنگ میدن، به آخرت نمیکشه، همین دنیا باید جواب بدید، آخرت کسانی داستان دیگه است، اونجا به خودت باید جواب بدی، اینجا به مردم باید جواب بدی. اونجا که خودتی نمیدونم تاریکیش چقدره، خودت میدونی چقدر تاریکی ببری. با خودت خلوت کنی، خودت خودتو گول نمیتونی بزنی، از درست و غلطو میفهمی. هر شب قیامته، خودت و اعمالت، قاضی خودت، شاهد خودت، شاکی خودت، خودت به تماشای خودت، نکیر و منکر تویی، کسی نیست که، از تو دیگه، درون تو دیگه، بیرون که نیست که، از بیرون که یکی نمیاد تو رو مؤاخذه کنه که، خودت باید به خودت جواب بدی، کسی کاری باید نداره که. حالا چرا وایسادی بمیری که ببینی؟ خب ببین قبل این که بمیری، هنر آن است که بمیری قبل از آن که بمیرانندت، و مبدع و منشأ حیات آنانه که چنین مردن. پس خودمونو فریب ندیم آقا، بشین یه گوشه بدون توجیه، خودت به خودت نگاه کن ببین حالت خوبه، ببین از این قیافه که میبینی حالتو خوب میکنه، به همت نمیریزه. پیغمبر خدا باشی، غضب بی خودی بکنی گرفتار تاریکی میشی، ما نفت بریزیم در رون مرچه ها. خب شما آخه نمازات هم همینجوری نفتیه، بو نفت میده، نمازت بی رحمه که رفتارت بی رحم، اون که میتونه مرچه بکشه آدم هم میتونه بکشه.